بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی کلمه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا این لحظات ملکوتی و این لحظات معنوی رو که همکنون شما در صفحه تلویزیون شبکه جهانی کلمه مشاهده می‌فرمایید، به اندازه انسان رو به وجد میاره و انسان رو در واقع تشویق می‌کنه که بنده در واقع خودم رو گم کردم که ببینم از کجا شروع بکنم و از کجا صحبت بکنم. اول تبریک بگم به شبکه جهانی کلمه و مسئولین اداری و دستاندرکاران شبکه که توانستند امروز این کنگره عظیم مسلمین رو به صورت زنده و با برنامه‌های متعدد و صحبت‌های مختلف خدمت بینندگان عزیز و گرامی ارائه بدند. دوم به این نکته اشاره بکنم، شما مسلمانان عزیز و مؤمنی که در این لحظات ملکوتی و معنوی خاص به سر می‌برید، روزی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بهترین روز برای دعا روز عرفه هست و بهترین چیزی که من و انبیا پیامبران قبل از من گفتن لا اله الا الله هست. همینجا از شما مؤمنان عزیزی که احتمالاً کسانی که در سرزمین حج به سر نمیبرید و حاجی نیستید، همکنون دهان روزه هستید طبق سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از همه شما عزیزان بخواهم که ما رو هم در دعاهای خیرتون یاد بکنید و از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنید که اون چیزی که ما و شبکه جهانی کلمه رو این توفیق رو میدهد که و انرژی رو میدهد که بیشتر و بهتر حرکت بکنیم، دعای شما مسلمانان عزیز و بزرگوار در سراسر دنیاست. نکته بعدی رو که میخواهم مطرح بکنم این هست که حج بزرگترین کنگره اسلامی است که در سراسر دنیا و دینی است که در سراسر دنیا برگزار می شود. این روزی که طبق حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله متعال بر فرشتگان افتخار می کند و می گوید که ببینید که بندگانم ژولیده مو و ژولیده حال به بارگاه خداوند روی آوردن و همکنون دست عبودیت و دست نیاز و دست بندگی رو نزد الله متعال دراز کردند و دارند از الله میخواهند و خداوند عز و جل میپرسد که این بندگان من چه میخواهند. امروز بندگان خدا همه یک پارچه با یک لباس، با یک شکل و با یک صورت در صحرای عرفات محشری کوچک رو رقم زدن و دست نیاز و عبادت رو نزد الله متعال دراز کردن. دعا بکنید که خداوند متعال ما رو هم در اجر و پاداش اونها شریک بگرداند. وقتی که انسان این کنگره عظیم حج رو میبیند، بیاد اون روزهای نخست دعوت اسلامی و دوران ضعف دعوت میفتد که چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه با تعداد اندکی از صحابه زیر شکنجه
زیر اذیت و آزار هستند و دشمنان اونها رو در جاهای مختلف تعقیب میکنند. ابوبکرها زیر شکنجه هستند، بلالها، عمارها، یاسرها و صحابه مختلف زیر شکنجه هستند. اما اگر امروز اونها زنده می بودن و این ابهت و این بزرگواری و این اسلامی رو که به وسیله اونها در دنیا گسترش پیدا کرد می دیدن، واقعا لذت خاصی داشت. این هست که صحابه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جا دارد. وقتی ما ابهت اسلام رو می بینیم، وقتی ما بزرگی اسلام رو می بینیم و وقتی ما گرایش شدید انسانیت رو به سوی اسلام در این دوران می بینیم و این کنگره عظیم حج رو میبینیم، یادی از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داشته باشیم، یادی از یارانی که با جان خود و با خون خود و با مال خود درخت اسلام و درخت دین رو یاد آبیاری کردن. اگر اونها نمیبودن امروز از اسلام خبری نبود. اگر تلاش های ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید، این صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نمی داشت، امروز ما مسلمان نبودیم، امروز ما از نعمت اسلام برخوردار نبودیم، امروز ما از نعمت دین برخوردار نبودیم. امروز این کنگره عظیم حج رو ما در صحرای عرفات و وقوف در عرفات رو شاهدش نبودیم. در نتیجه این هست که تمام کسانی که تا روز قیامت می آیند و کارهای خیر و نیکی رو انجام می دهند و مسلمان می شوند، صحابه پیامبر، یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این اجر و پاداش شریک هستند و خوشا به حال آنان، خوشا به حال آنان که روزهای سختی رو، گرچه روزهای سختی رو در کنار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تحمل کردند، روزهای دعوت مخفیانه، 3 سال دعوت مخفیانه را در مکه مکرمه، سپس آشکار شدن دعوت در مکه مکرمه و زیر شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتن و با جان و مال خودشون قربانی کردن و 2 تا هجرت به سوی حبشه و هجرت اساسی به سوی مدینه منوره و ترک کردن مال و امکانات مادی و دنیوی خودشون و رفتن به سوی خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره رو شاهد بودن. اما امروز با اجر و پاداش تمام مسلمانانی که در واقع در دنیا کار خیری انجام میدهند شریک هستند، بدون از اینکه از اجر و پاداش مسلمانان چیزی کاسته شود. چه افتخار بزرگی است و چه شرافت و کرامت بزرگی است همراهی با محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دفاع از دین اسلام. بعدش در مدینه منوره باز هم ما شاهد این هستیم که صحابه رسول الله، یاران پیامبر اکرم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن و تمام یاران پیامبر اکرم که بیش از 100,000 از صحابه در حجة الوداع ایشون رو همراهی می‌کردند، بسیاری از اینها در غزوه بدر، در غزوه احد، در غزوه خندق، در غزوه خیبر، در فتح مکه، در تبوک درخشیدند و جنگیدند و خون دادند و 70 تن از بهترین یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در دامنه احد، در غزوه احد به شهادت رسیدند. اما امروز اون چرا، اون اسلامی رو که ما میبینیم، دینی رو که ما میبینیم، قرآنی رو که ما میبینیم، نظام خانوادگی رو که امروز ما در دنیا عزیزان من شاهدش هستیم و این ارزش‌های زیبای اسلام رو که میبینیم، نتیجه تلاش‌های اونهاست. اگر اونها قرآن رو حفظ نمی‌کردند، اگر اونها سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما حفظ نمی‌کردند، اگر اونها برای حفظ دین و این آیین شمشیر نمی‌زدند، جهاد نمی‌کردند، خون نمی‌دادند، آیا ما امروز مسلمان بودیم؟ آیا امروز این کنگره عظیم حج برگزار می‌شد؟ قطعاً خیر. در نتیجه اونها حق بزرگی بر گردن ما دارند، منت بزرگی بر ما و بر بشریت گذاشتند که این تمدن عظیم اسلامی و این اخلاق عظیم اسلامی رو ایجاد کردن و امروز ما در حالی که دنیا از کفر، از در واقع خیانت، از جنایت و هزاران مکر و نیرنگ رنج میبرد، ما دینی همچون اسلام داریم و نعمتی همچون اسلام ازش برخوردار هستیم.
و عباداتی همچون حج و کنگره عظیمی همچون حج داریم. در نتیجه جا دارد که ما شاکر باشیم، سپاسگزار نعمت‌های الهی باشیم و راه این که ما شاکر و سپاسگزار نعمت‌های الهی باشیم این هست که به قرآن برگردیم، این هست که به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگردیم. دوستان عزیز من، در این لحظات ملکوتی و معنوی جا دارد که ما گریزی بزنیم و ببینیم که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کار کردند که موفق شدند، چطور تونستند در واقع موفقیت رو برای این امت پیروز شدند در دنیا و آخرت. پیروزی آخرتشون نص صریح قرآن کریم هست، اونجایی که قرآن کریم در واقع می‌فرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها به خوبی پیروی کردند رضی الله عنهم، الله متعال از اونها خوشنود گردید. چه سعادتی بالاتر از این که خدا از انسان خوشنود میشه؟ و رضوا عنه، و اونها هم از خداوند خوشنود شدند. و خب وقتی خوشنودی خداوند متعال شامل حال فردی بشه، وعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، و خداوند برای اونها باغهای تدارک دید که زیر اونها نهرهای جاری است. خالدین فیها ابدا، برای همیشه و جاودانه و جاودانی و ابدی در این بهشت خواهند ماند. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری بسیار بزرگی است. چه فوزی و چه رستگاری بزرگتر از این که خوشنودی الله متعال شامل حال یک دسته از انسانها و انسانهایی بشود و اون صحابه و یاران و شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس آیات متعدد که بنده نمیخواهم زیاد مفصل در این زمینه صحبت کنم، ولی قرآن کریم در آیات متعددی از صحابه پیامبر، از یاران محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام رضایت و اعلام خوشنودی کرده. چرا این گونه نباشد؟ مگر اینها نبودند که در مکه در کنار رسول الله سختی ها رو تحمل کردند؟ مگر اینها نبودند که در مدینه در کنار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد و مبارزه کردند؟ خب خوشنودی خداوند شامل حال اونها گردید و در دنیا هم موفقیت کسب کردند، به این معنی که بزرگترین ابر قدرت های اون روز یعنی ایران و روم رو شکست دادند، دروازه های شرک و کفر و باطل و طاغوت رو در هم شکستند و نعمت اسلام و نعمت دین و نعمت قرآن و نعمت آزادی واقعی، آزادی فکری رو، از اینکه انسانها رو از بردگی فکری نجات بدن، برای ما به ارمغان آوردن. در نتیجه صحابه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم راه قرآن رو رفتن و راه سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو رفتن. میخواهم اینو بگویم به طور مختصر، بعد از اینکه صحابه اسلام رو رسوندن، اسلام مراحل سخت و تلخ زیادی رو طی کرده و امروز اسلام مورد تهاجم فکری و فرهنگی و نظامی دنیای کفر، دنیای شرک، دنیای یهودیت، دنیای نصرانیت هست. راه این که ما بتوانیم به اسلام برگردیم این هست که، و عزت و کرامتمون از دوباره به دست بیاریم، این هست که به راه صحابه برگردیم، این هست که به راه یاران رسول الله برگردیم، برای اینکه اونها با عمل کرده خودشون کاری کردند که خوشنودی دنیا و آخرت الله متعال شامل حالشون شد و اونها بهشتیانی بودند که در روی زمین قدم می زدن. پس اگر می خواهیم به موفقیت و پیروزی برسیم، راه صحابه رو، راهی رو که پیامبر اکرم به عنوان راه نجات معرفی کردند و فرمودند اون گروهی رستگار می شود، ما انا علیه و اصحابی، اون راهی که من برش گام گذاشتم و اصحاب و شاگردان و یاران من برش راه گذاشتن. بسیار خوب، تماس بینندگان رو داریم. بله، خانم مروه از هلند، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، آقا خسته نباشین. سلامت باشین. برادر عزیزم، من راجع به یکی از دوستان میخواستم بدونم که او چی، یعنی شوهرش به خانم سه بار گفته که من طلاقت میدم، بعد از طریق تلفن به خانومش گفته،
و یکی از خانم فامیل خانومش اینو شنیده، به این گفته ولی خانومه شنیده. خواهر بزرگوار، این مسئله فقهی است و غالبا کلمات کم و اضاف می شوند و ما در این تریبون که غالبا شاید درست منعکس نشه و صحبتی بکنیم که در واقع صحبتمون هم نادرست منتقل بشه، از شما همینجا معذرت خواهی میکنیم. بیشتر عزیزان بیننده از پرسیدن سوالات ریز فقهی خودداری بکنید. این روز روز معنوی است. معذرت میخوام از خانم مروه، از این خواهر بزرگوار، و سعی بکنیم در زمینه مسائل توحیدی، مسائل فکری، مسائل یکتاپرستی و اموری که غالبا مربوط به روز عرفه و امروز هست پرسیده بشه. خیلی ممنون و متشکر. بیننده بعدی رو لطف فرمایید. آقای صفا، سلام علیکم. از گلستان بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید، متشکر و ممنون، بفرمایید. عید شما مبارک. خیلی متشکرم. سلامت باشید. صحیح فجر مبارک. آقای تورشابی، من یه سری حرفاتون رو واقعا قبول دارم. واقعا این صحابه بودن که زحمت کشیدن، منتهاش خب بعد شما یه مقدار شیعه هم به غیر الله زیاد متهم میکنی همیدید، ولی شما الان امروز زیاد از صحابه گفتیم، بعد منتهاش ما از کارشناسی شما راضی هستیم حقیقتش. بله. اما این کارشناس قبلیتون اگه خودتون در جریان بودین که این شیعه هدایت یافتتون به امام حسین توهین کرد، من میخوام اینه بگم. ببینید شما آقای عزیز، ما در رابطه توحید هست، هر کسی به هر شخصی توهین بکند ولو غیر مسلمان باشد از دیدگاه ما جائز نیست و حرام هست و ما درستش نمیدونیم و کارشناسان عزیز ما هم غالبا این کار رو انجام نمیدهند. بحث ما امروز صحرای عرفات هست و اینی که مسلمانان امروز یک پارچه در صحرای عرفات جمعند و میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، یعنی تمام زبانها به سوی الله متعال و دستها به سوی الله متعال بلند هست و یکتایی پروردگار رو بیان میکنند و در اونجا هیچ کس نه حسین رو صدا میزند و نه علی رو صدا میزند و نه اهل بیت رو صدا میزند و ما امیدوار بودیم که این در زندگیمون پیاده بشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، زندگی و مرگ و عبادت و همه چیز من، قربانی من از آن الله هست که پروردگار جهانیان هست. اون چیزی که ما در شبکه جهانی کلمه دنبالش هستیم، به ویژه این لحظات معنوی رو که قطعا رسانه‌های ایران اینها رو پخش نمی‌کنن و مردم عزیزمون رو از این در واقع صحنه‌های معنوی محروم کردن، ما پخش می‌کنیم تا عظمت اسلام، عظمت دین، عظمت توحید، عظمت یکتاپرستی، عظمت ندای الله و ترک ندای غیر الله در قلب انسان‌ها زنده بشه و احیا بشه. بیننده بعدی، آقای خالد از کردستان، سلام علیکم. سلام علیکم، آقای تورشابی، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. من از کردستان مزاحم میشم. مراحمید، بفرمایید. تبریک میگم عید قربان آقای تورشابی. ما هم به شما و همه مسلمین تبریک میگیم پیشاپیش، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ممنونم ازت. من میخواستم زحمت بکشید واسه ما یه دعایی بکنید آقای تورشابی. قطعاً انشاءالله خداوند دعای ما رو در حق شما و دعای شما رو در حق ما و دعای حجاج عزیز رو که هم اکنون در صحرای عرفات دست به دعا بلند برداشتن در حق همه مسلمین بپذیرند. انشاءالله آی ترشابی، چشم اهل سنت شما هستی آی ترشابی. خواهش میکنم. چشم کردستان شما هستی آی ترشابی. ما متشکر. این ندا، این در واقع نگاه لطف شماست. اگر فضل الهی و توفیق الهی شامل حال ما نمی شد،
قطعا ما هم اینجا نبودیم. دعا بکنید که خداوند به ما توفیق خدمت عنایت بکند و دعا بکنید که خداوند همه اعمال رو از ما و شما بپذیرد. دوستان عزیز، اون چی که اهمیت دارد این هست که انسان از خداوند این دعا رو بخواهد که به من توفیق خدمت عنایت بفرماید. اگر توفیق الهی شامل حال ما نشود، ما هم نمیتوانیم خدمتی انجام بدهیم. و بعد از این که خدمتی اگر خدا از ما گرفت، این دعا رو بکنید که خداوند عزوجل از ما بپذیرد و از ما قبول بکند. و بخصوص در این لحظات معنوی که هم اکنون شما صحرای عرفات رو و مؤمنین رو شاهد هستید که یک پارچه خدا رو صدا میزنند. بله، بیننده بعدی. آقای عبدالرحمن از تاجیکستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز عرفه را بلوی کلی مسلمین جهان تبریک میگم. بنده عبدالرحمن هستم از تاجیکستان و این دعا میکنم که اللهم اعز الاسلام و المسلمین فی سبیلک فی کل مکان. آمین. الله متعال کل مسلمین را از چنگ دندان کفار و از چنگ دندان منافقین داخله آزاد بفرمایه. آمین. و الله ذهن ما را، فهم ما را، دانش ما را، توان ما را نافع اسلام و مسلمین بگرداند. آمین. و از حج حاجی ها قبول بگردد. از الله تمنا داریم. و شما آقای ترشابی چشم اهل سند هستید و چشم اهل سنت تاجیکستان را بیدار کردید و الله شما را خیر دهد. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. بهترین جملات در این لحظات نورانی و در این لحظات ملکوتی و در این لحظات معنوی که حجاج در عرفات هستند همین دعای خیری بود که شما برای مسلمین و برای ما دعا کردید. دعا بکنید خداوند عزوجل بپذیرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مقبول پاداشی به جز بهشت ندارد. امیدواریم که خداوند این حج رو از حجاج عزیز ما بپذیرد و به ما هم این توفیق رو عنایت بکند که در سالهای آینده بتوانیم در این کنگره عظیم مسلمین شرکت کنیم. آقای عمران از کردستان، سلام علیکم. سلام آقای ترشابی، خسته نباشین. خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عید قربان و به شما و تمامی دستندکاران شبکه جهانی کلمه تبریک میگم. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای ترشابی، من فقط میخواستم عید به شما تبریک. خیلی ممنون. متاسفانه صدای شما قطع شد. آقای حسین از اهواز، سلام علیکم. خسته نباشید. سلام علیکم. سلامت باشید، بفرمایید. عید به شما و همکاراتون تبریک میگم. علیکم. خواهش میکنم. ما هم به شما و همه مسلمین پیشاپیش تبریک میگیم، بفرمایید. قربان. من فقط یه چیزی میخواستم عنوان کنم. آقای توشاوی، اینا که به صدا کسی که خودش مسلمون میدونه، یه سوالیه برام. کسی که خودش مگه نه اینکه ما ایرانی ها زمان خلیفه دوم به اسلام گرویدیم، درسته یا نه؟ بله. خب پس چجوریه کسی که مثلا میگه من مسلمونم ولی کسی که مثلا یه همچین کار بزرگی کرده و منو مسلمون کرده ولی به نیکی ازش یاد نکنیم، مگه میشه یه چیزی؟ به هر حال الان متاسفانه اتفاق افتاده. من همین سوال، من نمیدونم اون کسایی که مثلا خودشون شیعه میدونن زنگ میزنن اعانت میکنن فوش میدن، خب عقلش هم یکمی به کار بندازه. حالا من میگم خیلی معذرت میخوام، اصلا مثلا خلافت اینو مثلا به دور ساخت شد ولی به من ایرانی خدمت کرد یا نکرد، درست هم ایتون شبید؟ کاملا. البته خلافت به زور که نبوده، ولی خب مهم این هست که نه، من منظورم نه این که میگم به زور، مثلا میگم ایرانیایی که مثلا ناراحتن میگن بالفرض مثلا اون کسایی که مثلا اون کسی که ادعا مسلمونی داره خب باید انصاف هم داشته باشه. باز هم میشه منکر تاریخ عزیز،
باز هم اگر اشکال در این می بود که ما این نعمتی رو که عمر ابن خطاب یعنی نعمت اسلامی رو که ما تقدیم کرد ناسپاسی می کردیم، به نظر بنده باز هم جای توجیه داشت، ولی مشکل این است که ما گرفتار ندای غیر الله هستیم، ما گرفتار شرک هستیم، گرفتار خرافات هستیم، در حالی که در هیچ جای قرآن کریم نیومده که شما غیر خدا رو صدا بزنید، بلکه برعکس گفته فقط خدا رو صدا بزنید. ما متاسفانه دچار ندای غیر الله هستیم و بدتر از اون همه امت اسلامی رو مشرک و کافر میدونیم. میگیم کسی که امامت رو انکار بکنه کافر میشه و این مصیبت بزرگی است که امروز جهان اسلام دچارش شده. خب تماستون ظاهرن قطع شد، خیلی ممنون و متشکر. امیدواریم که بیشتر به مسائل معنوی بپردازیم در این بحث. لحظات ملکوتی و معنوی صحرای عرفه رو به صورت مستقیم از مکه مکرمه میبینید. آقای ریگی از بلوچستان، سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید استاد تشریف. علیکم السلام خدمت شما و تمام موحدان ایران. سلامت باشید. ترشادی هستن در خدمت شما هستن، بفرمایید. قبلا بنده با نام مستار دیگری شرکت میکردم، ولی متاسفانه از طرف فرزندان بدنام حضرت امام شناسایی شدم و تعدیدات شدم، مجبور شدم یه مدتی دور از برنامه باشم. روز عرفه رو به تمام مسلمین جهان تبریک میگم. امیدوارم که روافض سر عقل بیاد و از قرآن و سنت پیروی بکنه و حق و از باطل تشخیص بده. حتما که مردم عوام این عقیده ها رو دارن، غیر از اون تعداد محدودی از آیت الله بزرگ که تکفیر میکنن در اهل سنت رو. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. خواهش میکنم نقطه تاکید شدم به این امکان داره دستگیر بشم، ولی خب بازم چون میدونم که ترسی از طرف خدا میاد، من مثلا ترسی ندارم، منتظرم هر چی از خدا بیاد میپذیرم. خواهش میکنم. البته ما امیدواریم که برای هیچ یکی از بینندگان عزیزمون به خاطر ارتباط با شبکه جهانی کلمه این شبکه توحیدی مشکلی پیش نیاد و دوستان رو توصیه میکنیم که در صورتی که مشکلی براتون پیش میاد سعی کنید که با ما تماس نگیرید تا تحت فشار قرار نگیرید و دچار مشکل نشید. مهم این هست که دعوت توحید، دعوت یکتاپرستی، دعوت لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک همچنان در دنیا تنین می اندازد و امیدواریم که همه کسانی که از قرآن فاصله گرفتن، از سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاصله گرفتن، از راه صحابه پیامبر که خداوند در دنیا از اونها اعلام رضایت و خوشنودی نموده فاصله گرفتن، امیدواریم که به دامن قرآن برگردن، به دامن سنت برگردن. روافض و امامیهی که مسلمانان رو تکفیر می کنن دست از تکفیر 1.5 میلیارد مسلمان دست بردارن، از ایجاد شقاق و نفاق و اختلاف در کشورهای اسلامی و در میان امت واحده اسلامی دست بردارن و به جای اینها به پرداختن به توحید و یکتاپرستی بپردازن. بیننده بعدی آقای امیر از تهران، سلام علیکم. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. من اصلا کاری به چی ندارم، یه موضوعی که میخوام بگم، من نه کاری به شیعه دارم و نه به سنی، فقط میخواستم در این باره خدمت رو عرض کنم که آیا مثلا عمر شما میگید به ایران حمله کرد، آیا بسیار خوب. ما اینجا البته امروز تلاشمون این هست که موضوعات معنوی توحید و یکتاپرستی رو بگیریم، ولی ظاهراً اون چیزی که اسلامی رو که عمر آورد ظاهراً باعث ناراحتی بسیاری شده و شاید قول اون شاعر در اینجا صدق پیدا بکند که میگوید بشکست عمر پشت دلیران عجم را، بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را. این عربده بر غصب خلافت ز علی نیست، بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را. عمر در واقع خدمت کرد اونجایی که اسلام رو وارد ایران ساخت، و اگر عمر اسلام رو وارد ایران نمی ساخت چه بسا امروز ما مانند دنیای اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورها که اسلام به اونجا راه پیدا نکرده در حالت کفر و با فرهنگی
دیگر می بودیم. این است که بد گفتن عمر مشکل ما رو حل نخواهد کرد، همونطوری که چه بسا خوب گفتن عمر هم مشکل ما رو حل نخواهد کرد. مشکل ما امروز شرک هست، مشکل ما امروز خرافات هست، مشکل ما امروز این هست که ما به جای خدا غیر خدا رو صدا می زنیم. مشکل ما امروز این هست که هر کجا مسلمانان می خواهند موفقیتی کسب بکنن، ما با دنیای کفر همراه می شیم و مسلمانان رو نابود می کنیم. غیر از این شد که تعدادی به نام شیعه، به نام اهل بیت، به نام جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری کردند و عراق رو اشغال کردند، با آمریکا همکاری کردند و افغانستان رو اشغال کردند، جلوی بیداری اسلامی رو به هر قیمتی که شده گرفتن و امروز در سوریه که مسلمانان خواهان آزادی از یک دیکتاتور بودند اون تبدیل به جنگی مذهبی کردند. من فکر میکنم که کلیات اسلام، کلیات دین، توحید، اصول دین که توحید و نبوت و معاد باشن بسیار واضح و شفاف و روشن هست. بیننده بعدی آقای فیض احمد از افغانستان، سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. این روز توحید الهی بر همه مبارک باد، بر همه مسلمین جهان مبارک باد. سلامت باشید، بفرمایید. از خداوند متعال صحت و سلامتی دستندرکاران کلمه را از خداوند متعال استدعا دارم و این روز پر میمنت و روز عید قربان بر همه مسلمین جهان مبارک باد میگویم. پروردگار عالم شما را در حفظ پناه و عصمت خود داشته باشه. شما بزرگای دین هستین، شما راهنمای دین هستین. ما از شما یک توقع دارم به عنوان یک برادر کوچک مسلمان شما. خواهش میکنم، بفرمایید. وحیم بیاد که در این روز عرفات، در این روز اجتماع مسلمین هست، فقط یک موضوع را در تمام جهانیان بگید که خدایا تمام مسلمین جهان کسی کلمه گوی رسول مقبول صلی اللہ علیه وسلم هستن و بنده خدا هستن و مسلمان هستن و بگن که لا اله الا الله محمد رسول الله تحت لوای نبی کلمه محمد صلی الله علیه وسلم جمع شوند، دیگه از شرک و شک پرستی، از بت پرستی، از واقعاتی که امروز رخ میده، انفجارهایی که رخ میده تحت عنوان اسلام و قلب رای اسلام داخل ساختن، این نبی را دعا کنید در روز عرفات خدا متعال از بین ببرد و تمام را تحت لوای اسلام یک جای یک پاچه ساخته باشه و تحت فرمانده الله اکبر که خدا بزرگ است تحت عظیم قومنده جمع شوان و بلیاد خدا دیگر اسلام کشیده در افغانستان در سوریه و دیگر ممالک اسلامی از بین ببرند. به برکت این روز پرمیمنت از شما استدعا میکنم کمی دعا را بکنیم در حق تمام اسلام خصوصا افغانستان و پدر و مادر ما بیچاره مسکین. خیلی ممنون و متشکر آقای فیض احمد عزیز. امیدواریم که مسلمانان زیر لوای توحید، پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله، پرچم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله جمع بشوند و بتوانند همان گونه که صحابه در صدر اسلام موفق و پیروز شدند، مسلمانان امروز هم موفق و پیروز بشوند و خداوند مردگان همه ما و شما را در این روز عظیم و پربرکت عرفه مغفرت و رحمت بکند و ما رو در اجر و پاداش حجاج عزیز سهیم و شریک بگرداند. امیدواریم که روزی برسد که مسلمانان یک پارچه به قرآن و سنت و راه و روش صحابه که همان راه و روش قرآن و سنت بوده چنگ بزنند و بتوانند یک بار دیگر عزت و کرامت اسلامی رو که در گذشته داشتن با خودشون به ارمغان بیاورند. بیننده بعدی آقای محمد صادق از کرج، سلام علیکم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد ترشابی عزیز، خسته نباشید. علیکم السلام، خواهش میکنم بفرمایید. این روز بابرکت را به تمام جهانیان تبریک و تهنیه درز میکنم. انشالله که خداوند تعالی به همه ما و شما این روز را نصیب گرداند. یک سوال دیگه هم داشتم استاد عزیز، برای روز عرفه ناخن گرفتن گناهی چیزی که نداره استاد؟ این سوالم بود دیگه، سوالی ندارم، خدا شما را به خداوند
متعال میسپارم، سلامت باشید. خواهش میکنم. البته در دهه ذی‌الحجه این سوال فقهی است، بهترین است که ناخن گرفته نشود، بعد از اون گرفته شود. به هر حال خیلی ممنون و متشکر، امیدوارم که خداوند متعال در واقع ما رو توفیق بدهد که راهروان خوبی برای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. آقای جمال زهی از بلوچستان، سلام علیکم. سلام. علیکم السلام، بفرمایید. سلام آقای خوبی. ترشابی هستم، صدای تلویزیونتون رو ببندید و بفرمایید، در خدمت شما هستم. آیا نماز سنت در مسجد یا قبول میشه یا نه؟ صدای شما واضح نیست داخل استودیو اتاق فرمان، صدایشون رو من به صورت واضح ندارم. به هر حال صدا از طرف خودتون اشکال داره و به صورت واضح نیست آقای جمال زهی. نماز سنت در مسجد قبول میشه یا نه؟ متاسفانه صدای شما واضح نیست. خیلی ممنون اتاق فرمان، چون بنده صدایشون رو به صورت واضح ندارم و ظاهرا اشکال از طرف خودشون هست، بیننده بعدی رو لطف بفرمایید، ممنون و متشکر میشم. آقای محمد از ایران، سلام علیکم، آخرین بیننده در این قسمت. بعد سلام خدمت های ترشاوی. علیکم السلام. تو شو می‌خواستم یکم توضیح بدین درباره اون 73 فرقه که یه فرقه اهل بهش. بسیار خوب. البته روز روز دعا هست، ما دوست داشتیم سوالاتتون درباره دعا و توحید و یکتاپرستی باشن، ولی به هر حال اون کسانی که بهشتی میشوند اونها در واقع کسانی هستند که راه قرآن و راه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو و صحابه پیامبر رو که خداوند در دنیا از اونها اعلام رضایت و خوشنودی نموده طی بکنن. خب بحثمون رو تا همین قسمت جمع میکنیم و امیدواریم یک بار دیگر از همه شما عزیزان بیننده تقاضا داریم که در این روز پرخیر و برکت عرفه، در این روز توحید و یکتاپرستی، ما رو هم در دعاهای خیرتون فراموش نکنید. و خلاصه مبحث ما این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش اسلام رو آوردن، تعدادی از انسانها به نام صحابه و یاران ایشون بیشون ایمان آوردن و توانستن اسلام رو به دنیا برسانن. در دنیا خداوند از اونها اعلام رضایت و خوشنودی نمود و این گونه خداوند بهشتی بودن تعداد زیادی از اونها رو در دنیا اعلام نمود و در دنیا توانستن ابرقدرت‌های بزرگ اون روز رو شکست بدن. اگر ما می‌خواهیم یک بار دیگر مجد و عظمت و بزرگی اسلام برگردد، باید به قرآن کریم و به سنت برگردیم، اونگونه که صحابه به قرآن و سنت عمل کردند و راهی رو که در فهم قرآن و سنت صحابه در پیش گرفتن، چون باعث رضایت و خوشنودی خداوند در دنیا شد و موفقیت و پیروزی در دنیا برای اونها آورد، اون راه رو در پیش بگیریم که قطعا پیروزی و در واقع موفقیت در این راه است که همان راه توحید و یکتا پرستی است. امیدوارم یک بار دیگر تقاضا میکنم که ما رو در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید و همچنان شاهد پخش زنده کنگره عظیم حج از صحرای عرفات، این کنگره‌ای که بسیار تلاش میکنند که مخفی نگه دارن، همچنان شاهد این صحنه ها باشید و ما رو در این روز خوب همراهی بکنید. تا وقتی دیگر، خدا حافظ شما.